تعجب کرده چریت سیل میکنه. خب آخه من رفتم پیش از این نرگس دختر همسایه یک لافظ زدم، گفتم ما نوکره دارم اسمی هم عزیز گله، حالا که هم بخاطر از این که دروغگو نشم میگم یک نوکری بگیرین که اسمی عزیز گل باشه. خوب کاری که دیگه لاف زدی معصومه جان، لاف جوهر زنه، زنه که لاف نزد اصلا زن نیه. خودم یک رفیقی دارم، حالا میرم به پیش از او برای تو یک عزیز گل لوکس پیدا میکنم. دیگه چی میگی؟ خوبه خوبه، شما یک رفیق دارین اسمی هم عزیز گله ها؟ او هم لوکسی هم هسته. مریم جان خونسرد باش، خواهش میکنم تو الان چبلی خور غلاف کن که من برای تو بگم می یک رفیق دارم که مرده، اما به یک مؤسسه خیریه کار میکنه، سرکار از این خوده میزنه که فقیر و بیچاریه. من میرم برای از او میگم که یک عزیز گلی پیدا کنه که هم کارا خونه مار بکنه و هم یه آدم به پیش همی همسایه که چیزی بگفته خراب نشه. شما یه چیزی بگه مادرمه. خب نه خبر ندیشتون که کارخونه اینقدر سخته. خیر باشه یک نوکر میگیریم. یک چیزی بیار که بالا میام بندازم. به به عبیب خان از این طرف ها جور و تیار باشه. منصور خان ایگه پا چیه؟ همیتا تیر میشد و اون گفتم باشه خبرم از شما بگیرم. آخه ما رفقا خور یاد میکنه منصور خان. میگم عبیب خان تو راست خور بگو، مر یاد کردی یا پولا کمیشن دکون خسور خور؟ والا منصور خان مکو کسب و کاری ندارم، همی سر از یه آدم شیره با مال، سر از اون مسکه با مال، به همین رقم ما زندگی خود تیر میکنه. آلی هم رفته بودم به پیش همین دوستا که خبر از اینا بگیرم، گفتم باشه خبری هم از شما بگیرم، سیل کنم همون برادره که دکون خریده، اما مبلغی که قرار بود بریم به حساب کمیشن بده، اگر همون آورده باشه که خیلی خوب میشه دیگه. ولا حبیب جان او آدم نورده، شما خاطر جمع باشین که من کمیشن شما رو از اون میگیرم به شما. میگم چی خبر رفتی از اودم که میگی سر غم چای دارم، وقت یک پیاله چای بیا. با چشم خلیفه، حیف کمی زفرونا خلاص شده اگر نه که یک چای زفرونی به حبیب جان میارم. حالا کم ای بنا داره دگه قرار کده یک چای سیاه کرکی به حبیب جان میارم با چشم. میگم حبیب جان از خسور بیر خود سمی قصه کنه. انا حبیب جانی هم چای کرکی یه هم از شما. والا منصور خان به تو چی قصه کنم گل برار، دست از این خانم آدم دیونه شدم. دختر خور که بیخان منداختن که هیچی، باید عروسی به چنارم بگیرم، دکون اینام باید من سودا کنم، دست از اینا روز ندارم، شا و روز به عذابم. از اون طرف دیگه به من میگن برو یک نوکری هم بگیر. خب من کجا پیدا کنم؟ تو بگو برای به منصور خان. چی؟ گفتم نوکر باید پیدا کنی. بله منصور خان، سفارش کردن که یک نوکر برینا پیدا کنم که زن باشه، کارا خونه اینار بکنه. هنوز اسمی رو هم تعیین کردم که باید اسمی و عزیز گل باشه، فقط میگی من نوکر اینایم. حبیب جان به پیش کی هستی که خارزاری؟ لالا تو به تو پیدا میکنه، ایت عزیز گلی به تو پیدا کنم خوب که از صبح تا شوم مردا کنی. آنه آنه لک زنگ میزنم بریو. چی میگی منصور خان؟ یعنی شما درک دارید؟ البته که درک دارم. آفرین. سرخ آنه لک بریو زنگ میزنم.
منصور خان هم یک لحظه صبر کو، ما و تو باید به سر قیمت کنار بیاییم گل برار. از نظر قیمت هیچ مشکلی نی، هر چی می حساب کو بابا، مشکلی نداره. منصور خان باشه که با تو واضح بگم، من ماهی $150 از خانواده خسر خود بابت همین زن معاش میگیرم، اما $50 که میشن خود من میشه، $100 به او میرسه. اگر راضی گل برار زنگ بزن بریو، اگر نی که هیچی دیگه. حبیب جان تم نام خدا به کمیشن گرفتن به کل استاد شدی. فکر کنم اول از یه جیوالده کمیشن گرفتی بعد تولد شدی. باشه من گب میزنم که کمیشن تو رو هم بدم. منصور خان زندگی خرج داره برارمه، حال درست شد زنگ بزن بریو. الو منصور خان، بگو چی گپ شده؟ سلام عزیز گل جان، خوب و خوشی؟ چی؟ تو چی میگی؟ خودی منی؟ با من عزیز گل میگی؟ آه عزیز گل، خودی تو نم دگه؟ خودی کی نم؟ آه بسی خانواده خوبم، بچه ها خوبم. سلامت باشی عزیز گل. عزیز گل مادرتونه، مرد کله بوده. چی میگی تو؟ دیوانه شدی؟ شو تو اشتنه خوبه؟ گسالی عمق، تو چی میگی؟ تو با من عزیز گل میگی؟ تو از میرش و برو تو من شرم نمیکنی؟ های های با تو، تو چه کار شده؟ دیوانه شدی؟ چرا تو گپا مف مفته میگی؟ گوش کن عزیز گل، امو رفیق معبیب که چند وقت پیش دکون خسار خورامات فروخ که برای تو قصه کردم، خیلی مردم خوبیم، امونا یک زنی مویم که به پیش اینا کار کنه، یعنی نفر خدمه. خیلی دلجم دلجم باش. خوب مردمیم. فهمیدم منظورت چیه، خاک به سرتوشه. آدم همه قسم دو شفری گب میزنه، باز به رئیس خوشو پیدا میکنه. جواد بش ببین، بلای به سرتو بیارم که مرغای روی هوا بالتو گریه کنه. خاک به سرتو، خودی هم شفری گب زدن تو. آدم به رئیس خوشو پیدا میکنه. اولک برات از این گپو نگد، هستی یا نه؟ آفرین، بری بگو که یک زن پیدا میکنیم، ری میکنیم به خونه اینا، که از جی که پیکینا با خبر شو همه چیز با ما بگه. خوب درسته، من به این رفیق قول میدم که تو بری به خونه اینا، به شرطی که درست کار کنی، که از تو راضی باشم. سلام به شو هم برسم. باز میگه شو تو، مگر دستم با تو نرسه، باز با تو نشون میدم که شو چند متره. خداحافظ خداحافظ. آدم خوششانسی هستی که این زن اوکی داد. الهی خیر بینی، من رقم خلاص کردی منصور خان، عبابت که میشن هم که من دلجم باشم دیگه. دلجم دلجم. بقیه بچه میان کاغذ بیا که من یه آدرس خونه خسرو خون نوشته کنم. ای بچه شما دیم جان. خیر بینی، یه هم کاغذ یه هم قلم. عکسایی که رای کرده بودم با آنجلا خیلی خوش آمده بود، یک عالمه تعریف کرده بود از تیپ مه و از مقبول بودن مه. چه جالب، حالا چی نوشته کرده از مقبولی تو؟ نمیفهم چی گفته، حتما تعریف کرده دیگه. مسیج رو رای کردم به امیر که ترجمه کنه بعد رای کنه بره مه. دختر سفره خود جمع کنین دیگه. چی جمع میکنی؟ وقت حال اگو عزیز گل و نوکر میه جمع میکنه دگه. حبیب جان، حال اگ ای زن این نوکر حتما میه یا نه؟ 100% به من وعده داده که امروز صبح میه به سر کار خود. شما دلجان باشی مسلم خانم، همین رفیق من به جلوی خودم به او زنگ زد، یعنی مادر جان این زن بیچاره خیلی خوشحال شده بود. همین رفیق به گفتان بگیر خودیو گپ بزن. حبیب جان هم از کارا خونه بری و بگو، هم از معاش خودیو صحبت کن. گوشی رازی بستندم، از این 30 تا پون نبری و تعریف کردم، گفتم حالا چند معاش میگیری؟ یک کمک چور زد گفت ماه $300. گفتم یعنی خیلی گفتی.
حالا می سایه منصب، همین مدیر، همین رئیسا ما $300 معاش ندارن. تو عجب توقعی داری آخه؟ گفت حالا این رئیسی که تو میگی، همین مدیر، همین سایه منصب آیا حاضر میشن از صبح تا به شب مثل خر بری با تو کار کنن یا ظرف و کاسه بشورن؟ که فکر نکنم. من میتو دهن و وابو مونده بود کار چی بکن برای عزی؟ خدا خیر بده این منصور خانه. گفت چی گپ حبیب؟ گفتم همین رقم میگی؟ من نمیتونم دیگه چی دو برای عزی بگم؟ گفت بده که من خودی رو گپ بزنم. گفت عزیز گل، الهی که تیر غیبی بخوری تو. آخی حبیب جان از رفیقا قدیم منه، تو نباید این رقم خودی ازی تایید کنی. خلاصه به هزار گپ و سخن و ارز و زری به $150 فیصله شد. او انگو به گل روی حبیب جان قبول میکنم، هیچ مشکلی نداره، خیلی زن خوبی بود مادر جان. الهی خیر بینیم دوما جان که عوض مم چنه زدی. یعنی حبیب جان تو میگی تمام گپا خلاصه، دیگه نیازی نیه ما خدای زن دوباره گپ بزنه؟ نه دیگه کاکا جان، ما همه گپا رو بریم بسدم دیگه، اصلا دیگه گپی نمونده. همی که هر را میایه او رو میبریم باش پس خونه، همه کارا رو بریم میگی. رستی یاد چما نره، گربر باید به دم اجله خفه کرد، ای باید بیاد چما بمونه. خوب یعنی چی؟ یعنی ای که خوب به روز اول خیلی مهمه. اگر شما به روز اول به ای آدم رو بدیم، ای آدم پر رو میشه. نباید بگذاریم چای نخورده چی؟ دختر خاله شما بشه، که او خود شما بلای میفتیم. از ما گفتم بود، از شما شنیدن. نوکر یعنی نوکر، شما باداریم اون نوکر خونه شما. یاد شما باشه بی خونه خودی از یادم کسی اختلاط نمیکنه. همین تو باید سر شما بالا باشه، فقط برای او امر کنیم که کارا خونه شما رو بکنه. اگر کسی بی خونه خودی از اختلاط کرد، باور کنین شاخ بیرو میکنه، امکان داره هر کدوم شما رو شاخ بزنه. طرف باید بفهمه که اینجا برای کار آماده آخی، برای ستری کنه آماده. این سیاست باید همگی شما داشته باشید. به سر فقط فشار بیاریم، فشار که دست و پهلو بفته. راستی یاد شما باید باشه که امروز به سر خیلی فشار بیاریم، که طرف باید بفهمه که اینجا خیلی کاره، $150 میگیره، پول مفت کنیه. ها دیگه از امو دیروز که قرار شد نوکر بگیری، من دست به هیچ چی نزدم. یک خروار ظرف نشو از 4 وعده که نون خوردیم به تاش بس خونه پرتوه. ها دیگه من از دیروز تو حال هیچ جور جارو نکردم. من که جا خبرم اصلا جمع نکردم، همه نلینچه و پتوه به تا خونه پرتوه. هر کدوم از شما رخته شما که نشوه بدن که امروز بشوره که اینا هم جمع شه. به این میگن گربر بدم اجله خفه کردن. آفرین. طرف باید بفهمه کار یعنی چی؟ درسته؟ وای، یکی از آرزوها ما بوده که ما روز نکره داشته باشه. شما باید دعا سر سمیخانه بکنه. ما باید دعا به حق امو پیرم خدا بیامرز بکنه که امو دیکونه با ما میراث کدش. اگه امو دیکون نمی بود ما چی کار باید میکدیم؟ چی خرج باید میکدیم؟ میتونستیم نوکر بخو بگیریم. با عمر 7 پیر خو ما نوکر دیده بودیم. ای بابا مادر، خدا بره تو هم یک دکان داده، هی سر ما منت میگذری. به جلو همی اعضای خانواده قول میدم به اولین فرصت که پول دست میرسید پس همو دکانه بخرم، اور خراب کنم، باز 6 طبق بارم به بالا، اسمی ارم بگذارم خدا بیامرز پلازا. چی میگی دیگه؟ انشالله. خواهش میکنم مادر، دیگه سر ما منت نگذار دیگه، دیوانه کرد ما. راست میگه مادر جان. خب مادر من، اونجا که اول میری باید خور اول معرفی کنی، چون تو رو نمیشناسن، باید که خیلی معدب باشی. باشو مادر من. بازم میگم اونا 2 تا دختر به خونه دارن، یکی اولی که هست اسمی معصومه، اون نه سوژه ما یکی دومیه اسمی بهاره. فهمیدی که هنوز اونا دختر کلون خور عروس نکدن، اشته ما برون به دختر خوردینا بخواستگدی. کار تو نباشه مادرمه، تو برو. او یکی اولی که هست معصومه، یه خلمشنگی به نام غلام قرار رور بگیره. بعد پیر ازی هم 5.5 لک پیشکش تعیین کرده بر از ازو خواسته. غلام هم که تا حالا نتونسته پیشکشل گیر بیاره و این رقم هم که معلومه تا 50 سال دیگه هم نخواد بتونه. خوی دلیل نمیشه که دختر خوردین و نعروس بمونه. با 5.5 لک پیشکش اشته پیر ظالمی داره.
اگه همه خزر از تو طلب کنم چه کار کنیم؟ خب بگم طلب کنم و بلدان چی کار کنم؟ از کلم خود اینو میکشم و خود اینو تحویل میدم. اصلا تو نگران نباش، حتی از کیسه خود خوان باشم ای پول رو رینا میدم. اصلا حساب کن یک دکون ما میکنی، بعد 5.5 لک سرمایه میندازی تایو، بعد پشت دخلی رو میشینی میلیون میلیون پول بر میداری، نمیارزه. مادر من امرو مطب نمیرم، دل ماما اینو کاره ببینم، سه کنم اشته چیزیه. وی مادر، نوکره که ما به یک روز نگرفتیم، او همیشه میایه، از صبح تا به شما هم همین جگاهه. تو مکتب خوب رو باز که آمدی میبینی. خدافیز. بس تو که متوجه نیمه چی میگم؟ میگم برار از این دختره مولتی میلیونر شده، به نمزادیو 2.5 میلیون دلار ارث رسیده. 2.5 میلیون دلار من خودم املای ترجمه کردم. همین دیشب برای از محکمه شهر هامبورگ آلمان ایمیل آمده بود، گفته بود مشخصات خوب پاسپورت خود بفرست تا کاراتر پیش ببرم. ها خب برادر ارث رسیده، به خوار چی فایده؟ تو کارتون هواش مادرمه، من میفهمم به کار خوب، بچه تو جایی نمیشینه که زیر پای سوس باشه. بچه ما اگه برف نمی کنی همین دختر خاله تو برات میگیریم، قرار دختر خوبی هم است، از خود مام از پیار پیشکش هم نمیگیره، اون بیخی خوبه. همین مادر جان تو صبر کن که من این دختره رو بگیرم، بعد از پولی که از کنارت برار ازی به دست میارم با تو قول میدم هر چی دختر خاله دارم از دم بگیرم یک جا درجنی دیگه. چی میگی دیگه؟ خجالت بکش. یعنی چی همه دختر خاله آخر میگیریم؟ فقط اون جوره کفشیه بچه پدر نالت. یعنی منظورم این بود که پولی که به دست بیارم هر چی که بگی مامور انجام میدم، هر کار که بخوای. من خب به این وصلت راضی نیم، باز تو که اصرار میکنی باشه برم ببینم اشته مردمی هم دختر اشته چیزی هم مقبولی هست یا نیه، چارشکلی یا سالم هست یا نیه، باز گپ میزنی. از او وقت مادر جان راحت راحت میشه، من خودم دختر رو بدیدم از چارشکلی هم هر 4 تا سالمه شکر خدا. تازه اگه نهی بودم مشکلی نبود. فقط بازم تکرار میکنم مادر جان، اسم دختره بهاره. بهاره فهمیدی که؟ خب مادر جان کمک دیگه رسیده، آنه همین نزدیکیه. فقط مادر جان به زودترین فرصت برم زنگ میزنی خبر میدی دیگه، میفهمی که انتظار چقدر سخته. فقط به زودترین فرصت برام زنگ بزن. خوبه؟ باشه. سلام علیکم. ببخشیم سرا شمس الدین خان امینه؟ نوکر میاماد. وای کو کجایه؟ خب چرا رو نوردی؟ پشت دستارو، پشت دستارو تا کوچه. وای ما کو نگفتم با دمسرا نگاه دار، برو بیار مریم برو. من باز دست پام بلرزه شده، من که نمیتونم برم در وا کنم. ماسیما جان تو برو در وا کو، با خوارت میته که معلوم میشه با ور تو لرزه گرفته، عین بوز میلرزه. باش من میرم ما میکنم. بگم همگی شما بشینیم، بشینیم مادر، بشینیم شما. دیوانه بودی دختر بچم کجا شد؟ بفرمایی. سلام علیکم. ببخشید چی از داریم؟ خوبی؟ سلامتی؟ ببخشید موزایم شما میشم، پده جا شما خوبه هم جا شما خوبه هم خودشون بیایی وزی دارم. باید خیلی خونسرد باشه،
مثل نادیدار رفتار نکنیم آخه. جدی باشیم. کاکا جان، یک بارن که شده باید سیاست خون نشون بده. شما که به فقیرها و بیچارها خیلی سیاست داره. سلام علیکم. چند داری خوبی؟ ای چه وقت آمادنه؟ بله؟ نمیشنوی؟ البته کری میگم هر روز ما یه میسه بیایی. ببخشیم من؟ بلبل زبونی نکن من؟ کسی بزی خونه از بلبل زبونی خوشی و نمیایه. من؟ ولی که چاش شده بیا بدی همینجا هم استدی که رو ما نخکنی. ببخشیم کجا برو؟ سر قبر پیر خدا بیامرزمه. کجا می بری؟ خب برو باش پس خونه. یک میل ظرف جمع شده بشود. بفرمایم این جگه برای آخ مه نفهمی. ببی به این خونه که آمدی میگر یک گپ خوب بفهمی. این جگه از صبح تا بشون مرتکام و لنگای ندرازه. چادر خورور نمیداری فهمیدی؟ اینا از خود خون نموس دارن. ای گپ خوب بفهم. اینجا به جان نازه اشفهم نیه که ناز کنی اشفه کنی یا که خود خو آرایش کنی. ای گپ خوب بفهم که اگه ای کارار کردی خود من قلم پا تور مشکنم. اینجا به جان نازه اشفه نیه ایر بفهم. آخه شما صبر بدین که من چی کار چلی آمدو. آخه شما من وقت بدین. مثل که ای خاله گپ بگوش تنه میره. نشنیدی پدر جان ما چی گفت؟ ما از بلبل زبونی خوش ما نمیایه. جیجی نکن برو دیگه. اینه؟ میه این چی؟ صبر کن دختر جانم. میه این چی؟ صبر کن دختر جانم. میه این چی؟ دختر جانم صبر کن ما چیزی میگم. آخه ما چیزی میگم. آخه صبر کن. ببین نیم ساعت وقت داری که این ظرفار همه پاک بشوری. مسمس نکنی بفهمیدی؟ ببخشیم یک لحظه. یک لحظه چی؟ هوش کنی اینجگا چیزی نشکنه که ما خوش نداریم اینجا چیزی بشکنه. فهمیدی؟ یک لحظه من وقت بعد از او که این ظرفار ششتی خلاص شد خونه ها همه پاک جاری میکنی مثل ای که بلیسیده بشی. بعد از چاشتم رخشوی میکنی. یک لحظه شرفم شد. ببخشیم یک لحظه. خوب گوش کن دختر جان تو صبر کن. آخه یک لحظه چیه؟ چای نخورده من دختر خاله چی؟ یله که دستمه رستی اسمت هم عزیزگله دیگه درسته؟ نه اسمم عزیزگل نیه. اجازه بدین که بگم. غلط کردی که اسمت تو عزیزگل نیه. اسم تو عزیز گله بفهمیدی؟ پا خور که به این خانه میغذری اسم تو عزیز گله.